در هر حال اینجا ملک منه، ارث اون خدا بیامرزه. تو نقشه تهران پیداش کردم. همش؟ نه، 5500 مترش. با سند یا بی سند؟ یعنی ببخشید، این تهران یه جورای حمال همه است، حمال هیچ کس. میگن اون قدیما ناصرالدین‌شاه قاجار، قبله عالم، این زمینا رو همینجور سانوار بین فک فامیلاش تقسیم و تقسیم می‌کرد. مال ما سند داره. یاد داشته. اون وقتا متری چند بوده؟ متری 5000 گویا. راست 5000. دروغم چیه؟ البته 40 چند سال پیش. خیلی خب بابا، این شد تهران. هر جای بوق و دود و گازوئیل و چراغ قرمز و برج و بارو و اتوبوس دیدی تهرانه. هر جای بی اکسید کربنش اشباه شده بود نتونستی نفس بکشی تهرانه. حالا چجور هتلی میخواین؟ متوسط. تفریح که نیومدم، اومدم تکلیف ملک خودم رو روشن کنم. یه لحظه اجازه بدین. الو، سلام حمزه جان، اتاق داری؟ الان میام خدمت. سلام، بفرمایید. هتل قشنگیه. ممنون، لطف داریم. یه اتاق میخوام. لطف کنی شناسنامتون رو بدین، پرسشنامه رو پر کنی. خدمت شما. ممنون، بفرم. گلبانو، چه اسم قشنگی. خیلی ممنون. اسم شما چیه؟ من نیکیم، نیکی گلشهر. گلشهر، به به، شهر گل. آدم یاد شادی و دلبازی میفته. فکرشو نکرده بودم، آخه آدم اسم خودش برای خودش عادی میشه. معمولا اینجوریه. شما کسی رو میشناسین که هر روز از خواب بیدار شو از دیدن خورشید تعجب کنه؟ نه. چیه؟ حتما داریم با خودتون فکر میکنیم مسافر ولایتی چه چرت و پرتایی داری میگه. نه نه، داشتم فکر میکردم که این مسافر دوست داشتنی ما چقدر با احساسه.
شما باید با احساس باشین تا احساس منو درک کنین. خدمت شما. ممنون. خوش به حال اونایی که شما معلمشون بودین. شما لطف دارین، ممنونم. آقا حمزه. نیکی خانم، بفرمایید تو کافی شاپ تا اتاقتون آماده بشه. بله، این چمدونتون رو من بردم. دستتون درد نکنه. چمدون. این اتاق آماده است. ها؟ چایی هم آماده کنید. آماده است می‌کنیم دیگه. چایی. اینجا بردیم. بازم رفت رو پیغام گیر. یه تیکه زمینه، ارث شوهر خدا بیامرزمه که اونم از پدرش به ارث برده بوده. تا وقتی زنده بود اصلا نرفت دنبالش، هیچ حال و حوصله اینجور کارا رو نداشته. اما الان یه شرایطی پیش اومده که من با خودم فکر کردم به هر حال باید برم دنبالش، باید یه سر و سامونی بهش بدم. اما راستش اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم، چه کار باید بکنم. خیالتون راحت بشه، این کار عموجانه یا خودشه دوست داشت. چای آوردم. راست میگی؟ من بهشون میگم حتما. ممنون. پس اجازه بدید من یه پیغام رو این دستگاه آقای مسرور بذارم. خب بله. آقای مسرور، من گلبانوام، اومدم تهران، توی هتل گلشهر اقامت دارم. لطف کنید برای مذاکره تشریف بیارید اینجا، خیلی فوری. خاک بر سر. این الان خاک بر سر رفت رو پیغامگیر دیگه. نه؟ بله دیگه، اول باید قطع میکردیم، بعد وقت هرچی دلتون میخواست بهش فوش میدادین دیگه. به درک. بذار بشنوه، جونم و بلبم رسوندن. از دار دنیا همین یه تیکه زمینو دارم، اونم میخوان از چنگم در بیارن. مگه میتونن؟ ما نمیذاریم دیگه. خب اگه سند داشته باشین که نمیتونن کاری بکنن. سند دارم اما رسمی نیست. دستخط اون خدا بیامرزه. با همین دستخط هم میشه این ملک شما رو از چنگال اون کرکسای وحشی در بیاریم. من اون سندو میتونم ببینم؟ بله، بله. نیکی خانم، من تو الفندق شمس القمر در امارات، ببخشید، در امارات که بودم مدیر داخلی، هزار جور کار ملکی با سند بی سند همجا انجام میدهیم دیگه. در این خدانه اینو شستینش؟ وقتی داشت این وصیت نامه رو مینوشت، یه روز تابستونی بود، کنار حوض نشسته بودیم، رعشه داشت، افتاد تو حوض. آقاه افتاد تو آب یا این با آقاه افتاد؟ نه، هر دوتاشون با هم، وقتی که سند دستش بود افتاد تو حوض. با هم افتادن تو حوض. خب درشون می آوردی، اینطوری خشکشون می کردی، این دوباره می گفتی از اول بنویسن دیگه. سکته کرد که افتاد تو حوض. خدا بیامرزش. و حالا از رعشه افتاد تو آب یا از سکته افتاد تو آب؟ گمون کنم از هر دوتاش. خیلی خوب. شما نگران نباشید، من این موضوع رو حتما با عموجان در میون بذارم. خیلی ممنون. بفرمایید، بفرمایید. من برم ببینم این اتاقتون آماده شده. من برم. دستشون بفرمایید. چایتون سرد شد. چشم. آقا فاد، ببین یه سند خطیه ها، این شسته شده دیگه. آره، بعد یه جمله توشه میگه که در این خزان و عمر که این بقیش هم شسته شده دیگه. مطمئنی طرف ریگی به کفشش نیست؟ نه 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 نیست با خوبه، بعد کمکش کنیم آقا فاد. فقط وقتی میای این نیکی خانم نفهمه دیگه. این آره آره، قربانت، خداحافظ. سلام. بلا باز تو به محمود سن زدیم؟ نه نه، نیکی خانم، بالاخره میخواییم با آقا فهد کمک کنیم به خانم دیگه. چی کمک کنی؟ این وکیل مردمه، وصی مردمه، چی کار است بیمونه؟ نه این آقا فهد بالاخره خب سررشته داره دیگه. تو به شهرخری میگی سررشته ملکی؟ خب بالاخره تو این رشته ای بالاخره 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 جواب منو میده؟ ای دیوانم کردی تو هم؟ ببخش. میگم حمزه. بله. ای گفتی اسم این خانم چی بود؟ نیکی خانم بهش میگفتی بانو دیگه. نه دیگه، گل بانو. گل بانو گلشهر. گل بانو گلشهر. جالبه ها. تو شاخه خنگی.
نه دیگه، یه بچه اشتراکی هم با ما داره، اونم گله. گلبانو گلشهر. فهمیدم، این با شما فامیله دیگه. نه دیگه، فامیلمون که نیست که. دیگه خانم فهمیدم، قرار بیاد اینجا کار بکنه، بعد من بشم مدیر داخلی. خب بعد شما چی کار کنیم؟ اون بیاد اینجا کار بکنه، تو رو کجا بفرستم من؟ خب من میشم مدیر داخلی، اون شما مدیر کار. بعد آقا گلشهر کجا میره؟ نه دیگه، اول که اومد همچین چشم گرفتتش. بگو خب. خب چش. بعد فکر کردم که برام عمو جان مناسبه. برای عمو جان ببین، میخوام برای اولین بار نظر تو بپرسم. نظر من؟ آره دیگه، خیلی الان آدم مهمی هستی، میخوام بدونم که این خانومه برای عمو جان مناسبه یا نه. من باید فکر کنم خیلی. بذار فهمیدم نیکی خانوم، الان ازم فاصله بگیر، من بهتر میگم. ببین اینطوریه، نی 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 نی. آیا بنده وکیلم؟ عروس رفته گل به چه خوب مسافر داره. آیا بنده وکیلم؟ عروس رفته گیلاس بچینه. آیا بنده وکیلم؟ عروس رفته کمبوزه بچینه. خیلی خوب دیگه. خب منم همین رو دارم میگم دیگه بابا، این عروس سردیش میکنه دیگه. آقا کار تمام کنین دیگه بابا. بله، آیا بنده وکیلم؟ بله. عمو جامو نداره؟ خانومه است. تو تای مراسم هم میخوای بری دیگه. بارون میومد آقا گلشهر، من الان دیگه چتر واکنم، الان تو هتل گریه سخت داره، بارون نمیخواد دیگه چترم. بیکاری هم بد در دیدم. به خدا من میگم همش. نه آقا گلشهر، میگم برو دنبال کار. من نه، بیزنی بدتر آقا گلشهر. بیمنی بیزنی؟ بله. زن میخوام؟ من نه، اینه که خانم میخواد. صد دفعه به من گفته زن میخوام، زن میخوام، زن میخوام. من بهش میگم بابا الان وقتش نیست، تو نه خونه داری نه کار درست حسابی داری، هیچی نداری. من نه، من نه، نه. ایپ که نداره، تو زن بخوا، ما میرم دنبالش. وقتش هم که رسید خودش اتفاق میفته. اگه بهم بگم نه. اصلا وقتش که خیلی گذشته الان. نه نه، اصلا وقتش نرسیده. هنوزم دیر نشد. هنوز جوونی. وقت. نه من آقا گل دیر شد. نه نه دیر نشد. خب من باید برم آقا گلشهر. برم دیگه. برم. عمو جان چقدر خوب شد اومدین. من خواستم یه مطلبی رو باهاتون در میون بذارم. یه خانومیه تازه اومده توی هتل، انقدر ماهه، انقدر خانومه، انقدر با احساس، انقدر با وقاره، اصلا انقدر خونواده داره، انقدر ماهه که نگو، اصلا هرچی بگم کم گفتم. بعد این خانوم یه زمینی داره که ارث شوهر خدا بیامرزشه، یعنی شوهرش خیلی وقت پیش، خیلی قبلنا مرده، بعد اصلا کلن مرده، کاملن هم مرده، شوهر نداره اصلا. خب آخه شوهرش لشه داشته گویا، بعد با این وصیت‌نامه‌ای که داشته میوفته تو از آب جفتشون آب میبره، یعنی آب نمیبره، یعنی خیس میشن جفتشون. اصلا شوهره یه چیزی بوده گویا که اصلا به زور شوهرش داده بودن، میدونی که. بعد اصلا هیچ وقت شوهرش رو دوست نداشته، اصلا هیچ وقت هیچ خاطره خوبی هم با شوهرش نداشته، خیلی زن تنهایی و اینا. بعد اومده اینجا دنبال زمینش، بعد نمیدونه از کجا شروع کنه. من گفتم عمو جان کمک تو به اون خانمی که شوهرش مرده و باوی قاره، گفتی که من کمکش کنم؟ بله. آخه نیکی جان اشتباه کردی، آخه من وکیل نیستم که، اینجا هم که بایگاه معاملت عمل کنیست. آخه اصلا شما این زن رو ببینین، انقدر ماهه، اصلا انقدر تفلک بیچاره، درمونده، تنها. آخه خب حالا به نظر شما اشکالی داره ما به یه آدم تنها بدون شوهر بیچاره کمک کنیم؟ اشکالی نداره، ولی حالا ببینم. آقا
بله. ببخشید مزاحمتون شدم. خواهش می‌کنم. عمو جان اومدن پایینن، اگه می‌خواین موضوع رو مطرح بکنین تشریف بیارین پایین. آخه نمی‌خوام باعث درد سرشون بشم. نه بابا، عمو جان دوست دارن. چی دوست دارن؟ دردسر؟ تا دردسر کی باش. به هر حال خیلی ممنون. چش. با اجازه. خواهش می‌کنم. آقا فاید اینه دیگه، اینه. با این که نمیشه که. آه این 10% سود ملک برات میگیرم دیگه. خب این محکمه پسند نیست. خب 20% با سود یه مسافر دیگه. ها 20%؟ خب سب ببینیم چی نمیشه. نه در این خزان اون که تو که گفتی تابستون مرده، این زده خزان، خزان پاییزه. خب 30% با سود دوتا مسافر دیگه این. ها 30% در این خزان اون. آقا فال هم 20% بدون سود مسافر. چی شد پس؟ نه الان فهمیدم دیگه. ببین این خزان اون یعنی آخر اون دیگه، حالا تابستون و پاییز و زمستون هم فرق نمی کنه دیگه. این شعرانه گفتی. گرفتم. ها چی گرفتی؟ هیچ. گرفتی؟ من در دستم دیگه. برو دیگه، تو برو دیگه. شبیه این باید بزنی ها. این خانم گلبانو خانم خیلی ماهن امو جان. بعد من فکر میکنم که یه بچه اشتراکایی هم با ما داره. با ما؟ یعنی کلن دیگه. کلن؟ خب یعنی با من. خب منم دست برورده شما دیگه. اومدن بچه. سلام خانم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خیلی متشکرم. خوش آمدید. عموجانن؟ عموجان گلشهر. بله خوشبختم. داشتم میگفتم که ما یه وجه اشتراکایی هم با هم دیگه داریم. خیلی ممنون، متشکرم. من داشتم به نیکی جان میگفتم که همیشه وجه اشتراک باعث تفاهم نمیشه. درست میگم؟ خب حتما درست میگیم. به هر حال تجربه شما از من بیشتره. شما کم تجربه نظر من نمیاد. نمیدونم تشکر کنم یا دلخور بشم. دلخور؟ آره خب اگر شما بالا رفتن تجربه رو با بالا رفتن سن و سال یکی بگیری. فکر کنم ربط نداشته باشه. نظر تو چی حمزه؟ بله دیگه، من تو الفندق چند سال قمر در امارات که مدیر داخلی بودم، اونجا ما یه مسافر داشتیم، آقا گلشهر این ژاپنی بود دیگه. همش میاد با من حرف میزد. به چه زبونی باهات حرف میزد؟ این به ژاپنی حرف میزد دیگه. آخه من به جز این عربی این ژاپنی من خوب بود، این اموراتو میگذشت باش. چی میگفت؟ میگفت که حوشاوی جاوی جاوی پشولی توشم پش پشوی اینواری. ما که ژاپنی نمیدونیم، بهتر نیست ترجمهشو بگیم. بله میگفتش که برای ساختن رادیو ترانزیستور اصل ژاپن تجربه کافی نیست، که ترانزیستور هم لازمه. خیلی حرف بزرگی ها. حمزه جان ترانزیستور اون وقت یعنی چی؟ خب من برم بقیه چیزایی که برای چای هست رو بیارم دیگه. بفهم. الان زمین در اختیار کیه؟ هیچکی. ولی برادر شوهرم، یعنی برادر شوهر مرحومم میگه دست اونه، میگه مال اونه، شوهرم بخشیده به اون، بی ربط میگه. نوشته ای سندی چیزی هست؟ وصیت‌نامه شوهرم دست برادرشه، البته به کسی نشون نداده تا الان. برادر شوهرتون اون خاک تو سره دیگه. ایوا حمزه شما اصلا نگران نباشین، همه چی رو بسپرین به عمو جان، خودشون حل میکنن. شما نمیتونین باهاش حرف بزنین، حالا میبینینش. ببخشین خانم. اه سلام. سلام علیکم. یک خانمی به اسم گلبانو مشیر اینجا اتاق گرفتن؟ بله. شما؟ مسرورم. خوشبختم. بنده مسرورم. من عرض کردم خوشبختم، بفرمایید. خانم جان ما اسم و مسروره. آها حالا اینجا تشریف دارن؟ بله تشریف دارن. بهشون بفرمایید تشریف بیارن. ما مسرورم برادر شوهر خدا بیامرزشون. بله بله الان میگم تشریف بیار. بله ببخشید یه چند لحظه. بفرم.
سلام مرسول. سلام علیکم. بنده گل شهرم. مسرودم. خیلی خوشبختم بنده. بنده هم خوشبختم. مسرودم. عرض کردم منم خوشبختم. عموجان اسم ایشون آقای مسروره. آها ببخشید. خوشبختم. من مدیر هتلم. خیلی خوب. باشین. ببینم. این خانم شما را اجیر کرده بیای با ما حرف بزنی. یعنی چه؟ من عرض کردم صاحب هتلم. خیلی خوب. من نمیدونم. پس مسائل خصوصی مسافرای هتل مگه به صاحب هتل مربوط میشه؟ ما همین رو نتونستم سر در بیارم. جناب دارو نداره این زن یه تک زمینه که بهش ارث رسیده. نرسیده. رسیده دیگه. نرسیده. یک شاهدی، دستخطی، مدرکی، یک چیزی باید باشه. یعنی شما سند داری؟ ها قربون آدمی چسبم. بفرمایید. یه هم دستخط داداش و خدا بیامرزم. گلبانو خانم، آقای مسرور اومدن با عموجان توی کافی شاپن. حالیه در خزان عمر واقع شده ام به موعد ودا فرا رسیده. زیرا شب پیش ناگهان دردی بقایت سخت در قسمت تحتانی بدن ملاحظه شد. ببخشید آقای گلشن، میشه دوباره بخونید همین تیکه آخر رو؟ به به سرکار خانم. به 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 جمالتون، بخونید آقای گلشن. دردی بقایت سخت در قسمت تحتانی بدن ملاحظه شد. درد در قسمت فوقانی بدن بوده. این نوشته جعلیه. اجازه بدید من بخونم؟ بله بفرمایید. باری احساس موت نموده و در این لحظه حساس به صرافت آن اخوی گرام افتادم. قرض این که آن ملک 5000 اندی میراث پدری را به یک جا و تماماً و کمالاً به شما واگذار نموده و به نحو مقتضی اداره نموده و مانند ملک خود بدانید و چنانچه صلاح دانستید مختصری نیز از سر ترحم به همسر بنده گلبانو خانم مرحمت بفرمایید. جلیه آقای گلشهر. چیه جلیه؟ جلیه را انداختی؟ او کارشناسه که تشخیص میده جلیه یا نیست. خیلی خوب. زیرا بنده رفتنی هستم و حلالیت میطلبم و به قول شاعر که میفرماید کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. ببینم اینجا من سلام. بفرمایید. من میشناسم این خط، این امضا، این مهر همش تقلبیه. یه پول سیام نمیارزه. اگه بلای سری نوشته بیام از چشم شما میبینم آقا. گفته به شما؟ از چشم ایشون میبینید؟ از چشم خودم ببین. بفرمایید. بفرمایید. خدمت شما. خیلی خوب، خیلی خوب. باشه. ما فقط میخواستم کار به دادگاه نکشه. بکشون. منو نترسون از این چه بزن. کاری بود خانم؟ جعلی بود آقای گلشهر، جعلی بود. جعلی بود ها؟ اگرم جعلی بود یک جعلی دیگه درست میکنم از اویم بهتر. نگفتم؟ شما آقا گفتین کارشناس میاد و... ای آقا توی دور زمانه شما از نفوذ پول غافلین. حالا باش تا ببینه. نگفتم؟ واقعا جعلی بود؟ این برادر شوهر مرحوم خودمه. خوب میشناسمش. خدمت شما. آقا همزه ایشون اینجا کاری دارن؟ بله دیگه آقا گلشهر در جریان هستن. یه کار مردونه انسان دوستانه است بین خودمونه. شما تو جریان نیست؟ حیف که عموجان اینجا. برو برو. آقای گلشهر آقا فاد اومدن این درست کنی برون خانم که شوهرش کاملا مرده. بله ببینید خوب شده. به نام خدا وصیت نامه گل بانو، بانوی گرامی، بانوی عزیزتر از جان، شما جوانی خود را به پای من ناقابل هدر دادی، اینک در این خزان عمر بر خود فرض می دانم که کلیه ملک و املاک و دارون دار خود را به شما پیشکش نمایم. آن قطع زمین ناقابل تهران هم مال شماست، نه آن برادر پست فطرت که حتی سلامم را پاسخ نمیگوید. هیهات هیهات
ابداً چیزی از میراث بنده به آن نابکار نمیرسد. حال میکنه اینجا جوری کهنش کردم؟ کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. باریکلا، احسن، خیلی خوبه، عالیه، عالیه، دست درد نکنه، این اصل. آقای محمودی، شما قرار بود که فقط مسافر بره ما بیاره. اووردن من؟ حالا هم همون کارو بکنه، اصلا این کارو به شما نیمه داره. واسه چی پارش کردین؟ میدونی چقدر زحمت کشیده بودم روش؟ بی خود؟ کی گفته خط مردم رو جل کنی؟ ها؟ من بیشتر به خاطر شادی رو اون مرحوم دیگه. مرحوم. همون که شوهرش کاملا مرده تو حوض. بخی بره دنبال کاری. آره دیگه، منم بهت میگم دیگه، من بهش میگم فقط مسافر بیاره دیگه، از این کارا نکنه دیگه. میخواد این کارا بکنه. آخه نه، بیا بهت بگم، بیا. من درصد ما از تو میگیرم، گرفتی؟ من نگرفتم که. آقا گلشه که پاره کرد دیگه. آقای محمودی. بله. زین پس انشالله در کارهای انسان دوستانه و البته مردونتون موفق باشی. ببین چی نه آرزو موفقه که زین پس انشالله دیگه. خیر پیش. ببین باز داریم. خیر پیش باره دیگه. نیکی جان. جانم. خانم کمونه وکیله. خانم کمونه، اسمش یادت میمونه؟ اما جا با این چیزی که میگه حتما یادم میمونه. خانم کمونه، حتما یادم میمونه. ولی که بس میگم که امو جان. جان. بهتر نیست به جای اینکه توی لابی جلو چش مسافرا بخواد این خانم وکیل بیاد، بگم حمزه یه اتاق بالا آماده کنه، قشنگ راحت اونجا مذاکره کنی. باش، اشکال نداره. خانم اتاق درست کردن. حمزه بپر بیا. این پرش کتا این دیوانگی دیگه زوغ زدگی شده. خب نیکی خانم شما هم زوغ زده ای دیگه. این آقای گلشه رو داریم میفرستیم خونه بر. حمزه خانومه خیلی خوبه. یعنی آقای خیلی بده. عموجان خجالت بکش، هر جفتشون خوبه. خب از اینشالا پای هم بمیرن دیگه. ها؟ میگم اینشالله به پای هم بمیرن. ایوه باز گفت زبان تو گاز بگیر. این چی میگی؟ نیکی خانم مگه دو نفر که با هم عروسی میکنن نمیگن اینشالله به پای هم پیر بشن؟ خب چرا؟ خب دیگه اینا که دیگه جای برای پیر شدن ندارن دیگه. خب میگن اینشالله به پای هم بمیرن. شعرانه است. یه بار دیگه گفتی نگفتی؟ اگه بگم گفتم دیگه. خیلی خب ولش کن. دستاتو اینطوری کن. اینجوری؟ اینجوری کاسه کن. کاسه ها. چرا دستت کاسه نمیشه؟ انگشتم کجه ها. خب میری دو تا انقدری کاسه انقدری آجیل میخری. میخرم انقدری آجیل. بعد میری این سر کوچه بالای هتل، اون کیک از فروشیه هست، خیلی کیک‌های خونگی خوبی داره، حتما یه کیک خونگی میخری با گل، حتما گل مریم. نیکی خانم این دوتا حتمنش برای چیه؟ خب دیگه من یه نقشه هایی دارم که بعدن میگم. یه نقشه داریم. این فیلم هنر پیشه خال داری چونه؟ حمزه ای پاشو برو دیگه. آخو میرم حمزه، عجله دارم، پاشو برو. اما باشه دیگه. ای که دیدو میکنه. من تمام مدت اشتباه میکردم، تو یه کله پوچ نیستی واقعا، که حیرون موندم. آره خب بریم، باید همه بازی دارم. حمزه گلا کن. گلا؟ گلای گلبانو خانم دیگه. ها گلای گلبانو خانم دیگه. گل خریده؟ اینا هاش. بله گل خریده، کیک پخته. دستش درد نکنه. گلی خریده. کیک پخته؟ بله. میگه آروسیه؟ عروسی میشه دیگه. نه اصلا نمیدونی چه کدبانویه بخوری. من نمیدونم تو هتل با این اجاق برقه چجوری کیک پخته. مثلا کیک پختن گاز فردار میخواد. تازه با گاز فردار هم کار هر کسی نیست. خیلی کدبانویه. اما جان این وکیله الان میرسه. قبلش گلبانو خانم گفتن که یه کاری با شما دارن، یه سری صحبتایی دارن. من میرم صداشون کنم که آماده بشن. امو جان بیا. من بذار بیاد با هم. نه نمیشه. نه نه گلبانو با شما حرفای مهمه. نیکی خانم شما برو، من آقا گلشه رو میارم دیگه. آقا گلشه باید بریم دیگه. بفرمایید دیگه. بله بفرمایید دیگه.
بفرم بفرماییم این چی گلی خریده، اینقدر گل خریده راستش درمتن واقعا میگه. آی 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 آخ چه تو شد؟ آی اینا بگیر آقا گل سر کم اینجوری میگه گرفت دیگه سابقه خونه داشته چرا خم میشه این آگلچه سابقه داشته دیگه من تو الفندقل شمس القمر در امارات که مدیر داخلی بودم گل که من این دستم یه آه چرت نگو این چرت و پرت که دارم میگم ولی پام واقعا گرفته ها قدم از قدم نمیتونم بردارم آی آی آقا شما برین آقا گلچه شما برین من طول میکشه بیام آی خیلی طول میکشه آی آی خودی تمام شده ای گفتم عمو جان میخوان تا قبل از اومدن وکیل یه سفارش هایی به شما بکنن آره حتما سلام حال شما خوبی شما عمو جان چه گلایی خب بله دیگه بالاخره سلام این اتاق آماده است برای اینکه وکیل میاد اینجا رو آماده کردیم شما تشریف ببرین گلبانو خانم هم آماده میشن میام خدمتتون خواهش میکنم خدمتتون خیلی متشکرم ممنونم خب پس من برمیگردم آره حتما میگم که تو حالا ندیده بودم چی ندیده بودی دیدم امروز عمو جان کیک خریده گفتم خب لابد واسه این پذیرایی از وکیل و اینا ولی گل رو ندیده بودم تا حالا آخه اصلا اهل این کارا نیست عمو جان اونم گل مریم مگه گل مریم معنی خاصی داره؟ بله اه؟ من برمیگردم سلام ببخشیدا این نیکی خانم داشت تلفن حرف می‌زد این تلفن گرفته بودتش دیگه ول نمی‌کرد دیگه من اومدم شما رو برم حالا آقای گلشهر بله من حاضرم بریم خواهش می‌کنم شما بفرمایید بفرمایید شما من خواهش می‌کنم بفرمایید چی شد میشه بگیری بله چی شد این حسولاتم گرفته نمیتونم راه برم این سابقه داره آقای گلشهر میدونه ازشون بپرسید چه بد بله دیگه من بفرمایید شما اینجا من معذبم نشستم نه شما بریم بهتره من اینجا نشستم شما ایستاده خیلی خوب مسافر داریم بگه کن بابا آقای گلشن بسه بید وقتش کردی میشه بسه تامونو نکن تو پندرگونه آقای گلشن نمیفهمی باید یه کاری بکنم یه چیزی بگم که از گل و شیرینیش تشکر کرده باشم چقدر سخته کشنی که همینجا بود باید یه جوری از گل و شیرینیش تشکر کنم ببخشید. شما بفرمایید شما بفرمایید خواهش میکنم فرقی نمیکنه عطرش تو فضا پیچیده بله به نظر من هیچ گلی بهتر از گل مریم نیست رنگ سفید عطر دلنشین بله بله منم گل مریم رو خیلی دوست دارم میخواد بگه حواست باشه برات گل آوردم کیک میل داریم براتون ببرم زحمتتون که میشه اجازه بده زنگ بزنم چایم بیاره چای آورد خودش سلام آقای گلشهر چای آوردم سلام دست درد نکنه آقا حمزه پتون خوب شد؟ بله ندی خوشیم شما کجا متوجه شده؟ عضلش این بالا گرفته بود پاشون بله یه های دوتاش گرفت یعنی اول یکیش که بعد یه های یکیش سابقه که نداشت من که نیده بودم چرا گلشه وقتی لازم میشه من دوتان دارم من چایی بخورین دیگه چایی بخورین
خیلی خوشمزه به خدا. واقعا دستتون درد نکنه. دست شما درد نکنه که زحمت کشیدین. شما زحمت کشیدید. خیلی خیلی خوشمزه. چیزی که خودت گرفتی اینقدر تعریف نکن دیگه. بله. واقعا خوشمزه است. خودش از خودش داره تعریف میکنه. بذار من تعریف کنم خانم عزیز. البته هنر پزندش هم هست. اوه. چرا اینقدر تعریف میکنه؟ نکنه این کیک رو نیکی پخته. آره خب کیک پختن کار هر کسی نیست. چه از خود راضی؟ بذار دم بدمش بدم ببینم چی تو میشه. البته انتخاب گل مریم هم کار هر کسی نیست. ذوق و سلیقه میخواد که کمتر کسی داره. چه از خود راضیه؟ بذار پاپای پاش برم ببینم چی میشه. البته واقعا ذوق و سلیقه داره. خیر خیلی از خود راضیه. باید بزنم تو ذوقش. البته تو گلایی که هست، گلایی که رایج و همه جا هست، به نظر من گل مریم ترجیح داره. توهین میکنه. یعنی منظورش اینه که برای من گل دم دستی گرفته؟ ببخشید آقای گلشهر، من اصلا منظورتون رو نمیفهمم. آها، قضیه رو گرفت. شما فکر میکنید منظور من چی بوده؟ راستش من یکمی ناراحت شدم. خب راستش منم ناراحت شدم. از چی ناراحت شدی؟ من که از اون مقتلا دارم از حسن سلیقه شما تعریف میکنم. جالبه، منم که دارم از حسن سلیقه و کتبانوی شما تعریف میکنم. کتبانوگری من؟ کدوم کتبانوگری؟ پختن کیک نه بدون وسیله تو هتل. آها، این کلک نیکی حتما گفته کیک رو من پختم. آها، حتما کلک نیکیه، گفته گلو من خریدم. عجب. بذار بازی رو تا آخر بریم. بذار فکر کنه کیک رو من پختم. بذار بازی رو تا ته بریم. بذار فکر کنه گلو من خریدم. به هر حال خیلی ممنون. گل مریم بهترین گله، ولی در مقابل شما اصلا جلوه ای نداره. شرمندم میکنید. راستش انگیزه منم از پختن کیک شخصیت و بزرگواری شما بود. لطف دارید. امیدوارم لیاقتشو داشته باشم. بفرمایید. امیدوارم مزاحمتون نشده باشم. نه خواهش میکنم. عمو جان، خانم کمونه تلفن کردن گفتن که تو راهن، الانا دیگه پیداش میشه. اشکالی نداره. نه گلبانو خانم؟ بله، نشستیم. اینقدر وجه اشتراک داریم که حالا حالا بله. نیومدنم نیومدنم خانم کمونه. خب پس من دیگه مزاحمتون نمیشه. خواهش میکنم. بفرمایید. وای حمزه، بعد میدیدی؟ ای کجا میری؟ دارم میرم بدیدم دیگه. بابا بیا اینجا ببینم. ببین بعد بگی خانم نیکی خانم دمت گرم، باری کله با این انتخابت، با این نقش. خانم نیکی خانم دمت گرم، با این انتخاب، با این نقش. چی میکنی؟ با تو هر فندق برف شادی میریختیم، اینجا نداریم بارون شادی میریزیم دیگه. خیلی خوب، حالا مسافر داریم، خیس کردیم اینجا. نکن بخشوت ایشالا مبارکه. شادی کردنت هم غیر آدمی زاده ها، مسافر داریم، خجالت بکش. آخی ها؟ ها سندی مدرکی تو ثبت تهران یا شمال موجود هست؟ والا من پیگیری نکردم، دقیقا نمیدونم. به جز شما انگار یه مدعی دیگه هم هست. بله؟ بله. کیه؟ ایشون در جریان هستن، برادر شوهرم. البته یه خواهش میکنم، انجام وظیفه بود. یه دو سه روزی به من فرصت بدین. اگه اون آقا پیش دستی کرده باشه کار من سخت‌تر میشه، اما من همه سعیمو میکنم تا سوابق این زمین رو در بیارم. ایشالله زنده کردنش با من. خواهش میکنم. شب بخیر. شب بخیر. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.
گلبان خانم، چون به حمزه گفتم که گلا رو بذارن اتاقش. ممنون، لطف کردید. گرم کرده بود، دور هوا سرد شد. آره دوباره هوا سرد شده. بله. خیلی زحمت کشیدین آقای گلشن. خیلی متشکرم. استخر حالو بذاریم ببینیم نتیجه میرسه. ان شاء الله. ممنونم. شب بخیر. شب بخیر. شبتون بخیر. یه اتاق می‌خواستم خانم. اتاق می‌خواید؟ ها. اشکالی داره؟ اشکالی که نه. شناسنامه‌تون رو بدین. این پرسشنامه رو هم پر کن. بفرمایید. خدمت شما. همون ترگست وحشه دیگه. خب اتاق میخواست. خب زنی زدم به امو جان، تلفنش در دسترس نبود. خب اگه بگم بهش اتاق دادم لابد چهار دفعه میخوای بگی خب ها؟ نه نیکی خانم نه بهش اتاق میدادی دیگه. من که نمیتونستم بهش اتاق ندم، چی میگفتم بهش؟ بعد بهش میگفت یه چاخانی میکردی میذیشت از اینجا بره دیگه. اون تخصص توه، من این کارا بلد نیستم. اون تخصص ها؟ آره دیگه، الان میرم بالا یه آتیشی را میندازم بدون اینکه هتل بسوزه ها، این کرکسه بذاره بره دیگه. شر درست نکن. ها؟ شر درست نکن. نینی که خانم، بیا اینا رو بگی. خب اینا رو ببر بذار پایین چه میدست من. نه من برم به تخصصم برسم. سلام، خوب هستی شما؟ یکی خانم نمیدونه، من که میتونم بگم بیا برو، باید بره دیگه. چیه بابا؟ سلام، من مدیر داخلی هتلم نبودم، الان اومدم اپلا اومدم بالا ببینم که علت اقامت شما تو هتل چیه دیگه. نوشتم بابا جان. خب من نخوندم من. خب برو بخون بابا جان، همه رو نوشتم. بله برو بابا جان. باز چیه؟ سلام، من همونی هم که یه بار اومدم بالا در زدم، شما گفتین نوشتم، گفتم نخوندم، گفتی اومدم دوباره در بزنم ببینم که نشونی خونتون کجاست دیگه. سواد داری بابا جان؟ من خیلی، من مشهدم مشنفه بابا جان. برو پایین، گفتم اونجا نوشتم، برو بخوام بابا جان. بله دیگه. من همون یک بار دو بار نیمه اگه یک بار دیگه یه بار برا پیداد رفته نرفته ها نرفت. این دفعه دیگه جوابت یک جور دیگه بهت مادم ها. آقا کمرمندو بذار تو برو دیگه بهت بکنه. بله بفهم تو اتاق دیگه. کرکس وحشی پیبانی نکن ما اینجوری شنید. درو ببندی نمیری؟ بله. سلام، خوب هستین؟ آره. من اومدم آب گلدون عوض بکنم دیگه. من خودم عوض کردم. دست نه این لازم میشه. بعدن توضیح میدم. بدین من برم عوض بکنم. ببخشیدا. این سر و صدا چی بود تو راه رو؟ هیچی. مسافرا میان میرن دیگه. شما بفرمایید دیگه. ببخشید. بفرمایید. سلام، خوب هستین؟ یه دقیقه بفرمایید یه لحظه. این گلدون رو طرفدارای شما برای شما آوردن، توضیح هم نخواهی. بعدن توضیح میدم. من بفرمایید دیگه، خواهش میکنم. این دوستداران شما برای شما گلدون آوردن دیگه. بله. اینجا رو من با شما حرفی ندارم که. یه هیچه بهت میگم. ها؟ ببینم قضیه گلا چی بود؟ من نمیتونم بگم دیگه. نمیتونی بگی؟ باید بگی.
او خانم بیوه مرحوم داداشمه. همه که افتاد تو حوض دیگه. آره کی دست گلا رو فرستاده بود؟ این طرفدارانشون دوستدارانشون خیلی زیاد بودن، خیلی گل فرستادن دیگه. اینجا اصلا مرکز توطئه‌ایه. نه این توطئه بود، این خیلی حتما شاخ گل مریمی توطئه‌ای بود، حتما کیک خونگی توطئه‌ای بود، تازه دو تا اینقدری آجیل توطئه‌ای بود خورده نشد، این اتاق هم تازه توطئه بود دیگه. میدونستم میدونستم. حالا بدانست یا ندانست یک توطئه بود. برو بله، شما اینجا چی کار میکنی؟ خانم جان، شما حق نداری از هر کسی هر گلی را قبول بکنی. داد نزن، اینجا یه مکان عمومیه. داد بزنم، بره که رگ غیرتم قبول نمکنه. چطور رگ غیرتت قبول میکنه که اموال یه زن تنها رو بکشی بالا؟ اولا بی خودی حرف نزن، هنوز که بالا نکشیدم، بعدش هم هر وقت لازم باشه میکشم. اگه تونستی این کارو بکن، اما بی خود داری وقت تو این هتل تلف میکنی. من وکیل گرفتم. چه؟ وکیل؟ وکیل کیه؟ وکیل همون کسیه که به موقعش باهات تماس میگیره. گلبانو اینا مواظب باش، سرت کلا میذارن ها، بهت گفته باشم. ای راست میگی. باشه حتما، اصلا بهشون اعتماد نمیکنم. شما بفرمایید. آقای رتمن خسته نباشید، ولی واسادن جلوی در اتاق مسافر غریبه جرمه. یا بریم تو اتاقتون یا از هتل بریم بیرون دیگه. برو بابا کشکت رو بزنیم. من کشکمو میسابم، ولی از هتل بیرونت میکنم. میگم آقای مسرور، نکنه خدای نکرده بهتون خیلی بد گذشته این شناسنامتون، دارین تشریف میبرین؟ خیالتون رسیده ها، نشون تان نگم. کلید اتاق لطفا. حالا میبینه اگه نه ادام در اینجا تخت کنم، هتل نیست که، کاروان سرایه. ایشون اینجا چه کار داشتم؟ هیچی بابا، اومد اتاق گرفت دو ساعت پیش، الان هم رفت، همه گلبانو خانم ردش کرد رفت. عجب شیرزنی با کرد. میگم که عمو جان، نشد با هم حرف بزنیم. چطور بود؟ چی چی؟ چی چی چی؟ کی؟ چی چی؟ کی چی؟ جالبه ها. چی چی جالبه؟ اصلا پذیرایی چطور؟ پذیرایی بسیار خوب بود. کیکی که گلبانو خانم پخته بود بسیار خوشمزه و شیرین بود. چای یفه همزه دستش در نکنه او بود. آجیلم که تو آورده بودی البته خورده نشد، اما گلی که من خریده بودم واقعا سلیقم خوبه تو گل خریدن. ها گلو شما خریده بودی؟ آره دیگه. خب من که به شما گفتم گلبانو خانم خریده، ولی میخواست وانمود کنی که من خریدم. ها اون پدر سوختم خوب به موقع عضلت پاش گرفت. عمو جان زبل، اینا رو ول کن. حالا کلن چطور بود؟ کی چی؟ گلبانو خانم دیگه. آها پاکش نبود، ظاهرن خود چیش نبود، نه سرما خورده بود، نه سر درد بود، نه دل درد بود، ظاهرن هم تب نداشت، اصلا کلن پاکش نبود. اما جا رو اون دنده ای ها؟ کدوم دنده نیکی جان؟ چرا روک و پوست کرده حرف نمیزنی؟ ای با شما نمیخوای روک و پوست کرده حرف بزنی، اصلا حالا اینکه اینطوره من رفتم. اه نیکی جان؟ شما که نمیگی که، میرم از ایشون بپرسم نظرش چی بود. بفرمایید. ماسک گذاشتین؟ آره معلومه که به خودتون خیلی میرسی. آره هیچ که اونجوری نمی کنم، ماسک خیارم که خرجی نداره. یکی از آشناهای ما خانومش رفت از این کرمای ضد چروک و اینا بود، از اونا خرید، کلی هم پولشو داد، ولی تا گذاشت رو صورتش پوستش آنی ریخ بیرون، اصلا نمیدونین تا یه ماه خونه بیرون نمیومد. ولی پوست خیار اگه هیچ خاصیتی نداشته باشه که داره، ضرری هم نداره. خب بله. میگم که چطور بود؟ چی؟ همه که با عمو جان نشستین و خیلی عالی بود. خانم کمونی یه قلایی بهمون داد، شنیدین که؟ اونو که بله. نه عمو جان نظرش چی بود؟
هیچی، آقای گلشهرم خیلی لطف کرد، واقعا خیلی سفارش کرد. نه یعنی منظورم اینه که سلیقش، با سلیقش عمو جان. نه آره آره خیلی زیاد. البته بهشونم گفتم آدمی که گل مریم انتخاب میکنه حتما با سلیقه است. دیگه ببخشید دیگه، ما در حد امکانات هتل دیگه پذیرایی کردیم، واقعا معذرت. نه نیکی جان خواهش میکنم، همه چیز خیلی عالی بود. کیکی هم که من پخته بودم واقعا خوشمزه بود. عمو جانت خیلی دوست داشت. شما پخته بودی؟ کجا؟ کی؟ چجوری؟ نیکی جان مهم اینه که آدم بدون اجاق گاز فردار توی یه اتاق هتل یه همچین کیکی درست کنه. نه؟ تعجب میکنی؟ قبول کن نیکی جان، کمتر زنی میتونه روی اجاق گاز معمولی کیک بپزه. اجاق گاز فر میخواد، تازه کیک پختن توی اجاق گاز فردارم هنر چندانی محسوب نمیشه. مهم این کاریه که من کردم. بین خودمون باشه ها، فکر کنم عمو جان این موضوع رو درک کرد که اینقدر مجذوب من شد. بله خانم، با اجازت. قربون شما. بگو نیکی خانم، بگو. چی بگم؟ یه چیزی میخوای بگی دیگه، وگرنه میرفتی تو آکواریومت با میستادی. خب دیگه حمزه اشتباه کرد، خیلی اشتباه کرد. نیکی خانم این غلیظی که میگی یعنی خیلی 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 اشتباه کردیم دیگه. اصلا اونی که فکرشو بکنی خیلی غلیظتر اشتباه کرد. نه بابا، مگه ما به گلبانو خانم نگفتیم که کیکو با گل و عمو جان خریده؟ آره من گرفتم آره دیگه. حالا تو ذات چشم من نگاه میکنه میگه من خدای هستم. بابا اصلا این زنه به درد عمو جان نمیخوره، این خیلی حق بازه. خیلی قصه رو شنیدی؟ آره این قصه بوده زنگوله پا رو شنیدم دیگه. نه قصه من بوز داره ولی زنگوله به پاش نیست. این قصه بوده زنگوله پای دیگه. نه بابا گوش بده. ببین یه روزی یه بدهکاری بوده، یه عالمه طلبکار داشته. از دست این طلبکارا داشته دیوانه می‌شده. یکی از طلبکارا میاد بهش میگه ببین من یه کلکی به تو یاد میدم. این کلک هم اینجوریه که هر کدوم از طلبکارای دیگه که اومدن براشون ادای بزغاله در به صدای بزغاله در به خودتو بزن به دیوانگی. خب اگه اینا چک و سفته نداشتن بابا اونا رو ول کن. بعد اینا میگه که باشه، هر کدوم از طلبکارا می اومدن و میرفتن این براشون صدای بزغاله در می آورد. هی به همشون گفته با 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 همون میگه با با با. آره بعد با ها هیچی، این طلبکارا رو همه رو دست به سر میکرده با این کلک، تا اینکه اون طلبکاری که بهش این کلک رو یاد داده بوده میاد پیشش میگه دیدی چه کلک خوبی یادت دادم، دیدی چه جوری این طلبکارا رو دست به سر کردی، حالا پول ما رو بده ما بریم. بعد به یارو میگه با با با. مگه قصه رو بلدی؟ این واقعه نیکی خانوم. من تو الفندقه شمس والقمر که بودم هتل بدهی داشت میافتاد. بعد من رفتم به طلبکارا گفتم با با با، هتل رفت بالا، من شدم مدیر داخلی. مزخرفات تموم شد؟ من الان مزخرفاتم تموم شد. شما فرمایشاتتو بگو دیگه. ها؟ ما خودمون به گلبانو خانوم گفتیم بگه با با با، حالا تو ذات چشم من نگاه میکنه به منم میگه با با با. میگم به ظاهر قضاوت نکنم، من چقدر تو این هتل چیز یاد گرفتم. خیلی حمزه باید زیر پاشو خالی کنم. زیر پاشو باید خالی کنم. باید خالی کنم. نه باید پر کنیم. زیر پاشو باید پر کنیم. آقا گلشهر اومد دیگه. سلام. چه تیپی و شال گردنی گل. قشنگه. دست درد نکنه اما جا میخواستم بگم اصلا ما احتیاج داشتیم هر دو سه روز یه دفعه یه گلی تازه عطرش بپیچه، خیلی خوب میشد اگه میذاشیم تو رسپشن. دست درد نگی جان، من این گلا برای گلبانو خانم خرید. نه اما جا نکه، تا حالا شما که اهل این کارا نبودی. از دیروز گل دیروز رو من خریدم. من خریدم اون گلا رو به حساب خودت میخوای بذاری اشکالی نداره، ولی این گلا کی خریده؟ شما. کیک همون جان، کیک دیروزم کیک ها دیگه گلبانو خانم میپزن. الان کجا هستن؟ هیچی، صبح رفت خرید، بعد اومد کلید گرفت، بعدم رفت تو اتاقش، ما رو دعوت کرده بریم اتاقش چایی بخوریم. پس خوب شد گل خریدم. همون جان من میخوام خیلی جدی و خصوصی با شما صحبت کنم. آره بعد خصوصی حرف بزنیم. آره خصوصی. تو چرا نشستی؟
خب من جزء خصوصی نیستم نیکی خانم. نه خیر، پش برو بیرون. نیکی خانم شما میگه آقای گلشن، نیکی خانم بعدم یا سیر تا پیاز برام تعریف میکنی، دست دومش میکنی دیگه. بس الان که دست اوله من بفهمم که خصوصیش. عمو جان من امروز از این خانم یه چیزی دیدم که فکر میکنم خیلی حق بازه و اصلا ابدا به درد شما نمیخوره، اصرار نکن. ابدا این حق بازه دیگه. این اینا گوش کن، قصه میگم، خوب گوش کن. مخصوصا تو نیک، یه عرضت پرنده مرد وسط بازار افتاده بود. یه پیره مرد عارفی اومد بالا سرش، یه کیش که پرنده پر دارد و پرواز کرد. مردم مریده این پیره مرد شدن. یه عرض دیگه اومد کنار بازار، تو انظار مردم گلاب بروتو پیشاب کرد. همه مردم ازش بریدن، بیتنا شدن. یکی اومد گفت آقا چرا این کاره کردی؟ گفت عزیز من، مردمی که به یه کیش مریدت میشن، به یه فیش بی‌اعتنا میشن، نه ارادتشون ارزشی داره نه بی‌اعتنایشون. حالا صبور باش عمو جان، زود قضاوت نکن. راستش من این کارو بلد نبودم. دیروزم نیکی خیلی تعریف کرد از شما، من یاد گل افتادم رفتم گل خریدم. من تعریف کردم؟ بله خیلی تعریف کردی. چه تعریفی کرد از من نیکی خانم؟ خیلی تعریف ها کرد، گفت که وقتی که شما رو میبینه آدم یادش گل میافته. عمو جان من اصلا یادم نمیاد همچین تعریفی کرده باشم، بعدم دیروز بوده امروز من میدونم توی هتل آشپزی کردن واقعا تخلفه، امیدوارم تخلف منو ببخشی. من میدونم این کیکی که پختم اصلا هیچ شباهتی به کیک خوشمزه ای که دیروز شما زحمتشو کشیدین و به من کمک کردین نشده. اما من این کیکو بدون گاز فردار، بدون هیچ گونه وسیله ای، فقط با این قابلمه ساده توی هتل پختم. دست شما درد نکنه. به به، از گلاب ممنون. خواهش میکنم، از کیکتون ممنون. خواهش میکنم، شب بخیر. شب بخیر. شبتون بخیر. خدا حافظ. بفرمایید. عمو جان شما بریم، من میام. باشه عمو جان. گلبان خانم جونم منو ببخش. عزیزم تو خواستی با ما بازی کنی، منم خواستم بازی کنم. البته بازی تو شیرین بود، فکر کنم آخر بازی من یه خورده تلخ شد. نه بازی شما شیرین. فقط من دچار سوء تفاهم شدم، معذرت میخوام. نه خواهش میکنم، فقط بازی من آخر شیرین بود، بازی تو از اول تا آخرش همه شیرین بود. شیرین ترم میشه. با اجازت. شبت بخیر. خوش اومدین. نه من خوب. نه فقط این دفعه خواستیم نه اینو نیارین. حالا هر چی. آره حتما آقا حمزه ببخشید، میدونم سنگینه. تشریف میبرین؟ آره دیگه، کاش بیشتر میموندین. بعد از این واسه خاطر کار زمین مجبورم بیشتر بیام. به بهانه زمین دیگه، این زمین پربرکتی ها. میگم که وای نمیسین عمو جان بیا. نه دیگه میترسم دیر بشه. عمو جان قول دادن اگر خبر تازه‌ای شد با من تماس بگیرن. از قول من ازشون خداحافظی کن. خب بانو خانم میموندین دیگه، آخه همش گل بود و شیرینی و گلشن خوش اخلاق بود و دیگه ما کار نمیکنیم. اوکی به هر حال رفتنی باید بره. عمو جان اومد. سلام. ماشین در بس گرفتم آماده است. دستتون درد نکنه، ممنون از زحمتتون. اینم وای واقعا منو شرمنده کردین، خیلی متشکر. قابل نداره. خواهش میکنم، خیلی ممنون. این قضیه ازشون خداحافظی کنم بازی بود. چقدر امروز بازی شد دیگه. این نقل و شیری بازی هم میکردین یا گلشه سفید وقت میشد میرفت هم میشونم مدیر داخلی دیگه. آقا حمزه ما سن سالی ازمون گذشته، باید صبور باشیم دیگه، فرصت اشتباه کردن هم نداریم، باید صبور باشیم.